حسابی براش بنویسین. اینکه چجوری میخواید پاسخگوی مثلا به اصطلاح اون اتوریتی داروییتون باشین و چجوری میخواید اگر سوالی ازتون کردن اطلاعات رو چه شکلی باید تکمیل بکنین و تعهداتتون رو چجوری میخواید پاسخگو باشید در رابطه با فارماکوویژیلنس. اینکه ارتباط شما به عنوان بخش فارماکوویژیلنس با سیستم هایی که در واقع داره توی شناسایی دیفکت های کوالیتیتون کار میکنه چجوری باشه، این هم خیلی مهمه. احتمالا خیلی از دوستان متوجه این قضیه شده باشین، درسته؟ تو شرکت ها میدونین که باید یه ارتباط تنگاتنگ بین قسمت فارماکوویژیلنس و اون قسمت هایی تو شرکت که روی کوالیتی دارن کار میکنن وجود داشته باشه، چون که شما خیلی وقتا به عنوان واحد فارماکوویژیلنس مجبورین برین کوالیتی رو نگاه کنید، پس باید در تماس باشین. از اون طرف هم اون واحد هم وقتی با کوالیتی کار میکنه دیفکتی میبینه باید بتونه با شما در تماس باشه. پس این باز یک رابطه شما با این بخشا باید تعریف شده باشه. Communication about safety concerns between marketing authorization holder and competent authorities. اینجا ببینید بحث communication مطرح میشه. همه این کارهای فارماکوویژیلنس رو ما اگه انجام بدیم، کامیونیکیشن خوب اصولی نتونیم برقرار بکنیم، فقط یه سری دیتا جمع کردیم گذاشتیم تو کمد یا حالا امروز گذاشتیم توی این دیسکای الکترونیکی که داریم یا رو هارد کامپیوتر اومدیم ذخیره کردیم، خب آخرش باید بتونیم بدونیم که با اتوریتیمون چجوری کامیونیکیشن داشته باشیم. اگر که لازم باشه کامیونیکیشنمون با گروه های پزشکیمون به چه صورت باشه، که باز ما روز آخر راجع به اصول کامیونیکیشن صحبت میکنیم که چه اصلا کامیونیکیشن خوب چی هست و این اصلا یکی از دستورالعمل‌های جی وی پی هست، فقط راجع به همینه. خانم دکتر دامن کشته فرمودن که بین کیفیت و داشتم سعی کردم اون کدار بخونم، خب کیفیت و ADR ارتباط نزدیک، بله دقیقا خانم دکتر، خواهش میکنم خانم دکتر، خانم دکتر دقیقا لمس کردن که چی رو داریم بگیم، خیلی ارتباط تنگا نزدیکی وجود داره. خب باز همین مورد بعدی کامیونیکیشن با بیماران با هلتکر پروفشنال که راجبش گفتیم، انشاءالله با روز دهم یعنی بعد از این که ما تمام موارد سیستم و جلو رفتیم آخرش به شما میگیم که چجوری باید کامیونیکیت بکنید و چه اصولی رو باید در نظر بگیریم، چجوری بتونیم در واقع اطلاعاتمون رو up to date نگه داریم با توجه به نالج روزمون و implementation of variation to marketing authorization for safety reasons according to the urgency. بله این هم که مشخصه که چجوری در موارد urgency بتونیم در واقع پاسخگو باشیم. خب با در توضیحاتی که در رابطه با critical pharmacovigilance process داریم، business continuity plans should be established in a risk-based manner and should include provisions for events that could severely impact on the organization staff and infrastructure in general or on the structures and processes for pharmacovigilance in particular. خب باز همون در واقع پیش شرط ها، شرایطی که ممکنه وجود داشته باشه که بتونه روی پرسنل خیلی تاثیر باشه و این یعنی در واقع مثلت پرکتیکال هم بتونه پیاده بکنه و این توانمندی رو داشته باشه. یعنی ما فقط دانش اینجا نمیخوایم، نالج ببینید مثل این ذراتی میمونه که به هم دیگه ممکنه ما ندونیم، نالج داریم ولی نمیدونیم واقعا چجوری باید اینا رو به هم دیگه ربط بدیم، ولی وقتی که اکسپریانس پیدا میکنیم و اکسپرتیز اون کار میخوایم بشیم، در واقع کاملا مهارت پیدا بکنیم و متخصص اون کار بشیم، این مهارت رو پیدا میکنیم که حالا دانشمون رو چجوری به هم ربط بدیم، چی به چی باید ارتباط بدیم و چجوری بتونیم از دل دانشمون نتیجه بگیریم بکشیم بیرون. خب و اینجا گفته میشه که در این زمینه
این فرد QPPV مهم هستش که هم در مدیسین دانش رو تجربه داشته باشه، فارماسوتیکال ساینس هم اینطور، اپیدمیولوژی بدونه، بایو استاتیستیک بدونه. خب و معمولا شما وقتی میرید تو هیته فارماکوویژیلنس مجبور میشید از اینا بدونید، چون به هر حال کیس رو میخواین بالینی بررسی بکنید. ممکنه که واقعا یه فردی که بخواد آخر کار مهارت باشه تو تمام اینها سخت پیدا بشه، خب ولی اینو بدونید وقتی که به طور جدی بیفتین توی کار فارماکوویژیلنس مجبور میشید راجع به همه اینا مطالعه بکنید و حداقل الفبای اولیه و فراتر از اون رو بدونین. اما در عین حال تو گایدلاین هم گفته میشه که اگر خیلی مهم هست، خیلی خوبه که QPPV ما همه این مهارت ها رو داشته باشه، ولی اگر که حالا پرفکت هم نبود توی اینها میتونه از کسایی که متخصص اون کار هستن کمک بگیره. ولی شما هم شاید خودتون دیده باشین که واقعا اون کسی که دارو رو میدونه بعد اپیدمیولوژی میدونه یه جور دیگه واقعا به مسائل نگاه میکنه، تا اینکه اپیدمیولوژیستایی که مثلا خیلی هیته هاشون ممکنه تو بحث مثلا فرض بفرمایید بالین و مسائل دیگه غیر دارویی بوده، اونی که همه اینها رو یه جوری بتونه به هم دیگه ربط بده، حداقل کسی که مدیریت این کار رو به عهده داره باید بتونه در جایگاهی قرار بگیره که حتی برای اون افراد متخصصی که دور هم جمع میکنه یه ترنسلیشنی داشته باشه، یه جوری اینها رو به هم دیگه لینک بکنه. خب برابر این، ولی این هیته ها خیلی مهمه، چون به هر حال ما یه ذره از بالین باید سر در بیاریم، هرچی بیشتر بدونیم که فبه ها، اگه نمیدونیم از کسانی که متخصصش هستن، خوشبختانه امروز داروسازان بالینی رو داریم که واقعا اکسپرت این کار هستن، خیلی میتونن کمکمون کنن. اپیدمیولوژی خب خیلی 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 مهمه تو بحث ADR، خیلی مفاهیمش کاربردیه، آمار و اپیدمیولوژی. حتما من توصیه میکنم که اگر خودتون دوره هایی رو ندیدین، افرادی که متخصص این کار هستن ازشون کمک بگیرین. خب این را خدمتون عرض کردم که اگر خودش نداشت بعد از جاهای دیگه در واقع این تخصص ها رو دوره هم جمع بکنه. چه وظایفی به عهده میگیره باز QPPV مون؟ اولا اینکه یه اوورویو باید شما داشته باشید از پروفایل سیفتی فراوردتون و هر گونه سیفتی کانسرنی که پدید میاد این وسط، یعنی باید کاملا احاطه داشته باشید که داروی من عوارضش چه چیزهایی هست، اینا رو باید ملکه ذهنتون باشه. و همینطور اون در به مرور هرچی سیفتی کانسرن باشه پیش میاد کاملا باید بهش احاطه داشته باشه. از اینکه چه ابلیگیشن هایی وجود داره، چه شرایطی وجود داره، چه کجاها باید گزارش بکنید در رابطه با سیفتی فرآوردتون، اینها رو کاملا باید احاطه داشته باشین، به قوانین و دستور رو منها معیار و اون ابزاری که برای ریسک مینیمایزیشن وجود داره که صحبت بعدمون هست، انشالله خدمتتون هستی، اونها رو باید کاملا بهش احاطه داشته باشیم که چجوری میتونیم ریسک رو مدیریت بکنیم، RMP رو چی هست اصلا و چه چیزایی رو تو پرونده RMP میاریم، چجوری باید فاروش بکنیم. همینطور باید در واقع گفته میشه که این فرد باید پروتکل هایی رو که وجود داره برای پست اتوریزیشن سیفتی استادی که شرکت شما توش دخیل هست یا خودتون دارین انجام میدین یا اسپانسرش هستین، مثلا میگه بعد امضا بکنه QPPV اینها رو کاملا احاطه داشته باشه بهش. اگر که اتوریتی ازتون خواسته مطالعه انجام بشه، این رو بعد شرکت با فرد QPPV در میون بذاره، بعد ازش آگاهی داشته باشه. تمام اون سابمیشن هایی که داکیومنت هایی که در واقع سابمیت میشه بر حسب اون ریکوایرمنت های قانونی و GDP اصول اینها رو باید بدونه، از بهش احاطه داشته باشه. تمام در واقع اونجاهایی که سیستم اصلاح میخواد اصلاح شده، اقدامات اصلاحی که انجام شده کاملا احاطه داشته باشه و بتونه در واقع پاسخ سریع بده به سوالهایی که پیش میاد از طریق competent authority در رابطه با risk benefit balance، در رابطه با هر مسئله سیفتی که پیش میاد.
در رابطه با بنفیت ریسک ایوالویشن فراورده کاملا شما و عزیزان باید احاطه داشته باشین. در رابطه با اقداماتی که از نظر قانونی که نام بردیم اگر اتفاق افتاده باشه در رابطه با سیفتی فرورده ما کاملا باید احاطه داشته باشین. و اینکه میگه که به عنوان یه به صورت 24 ساعته حتی به صورت یک کانتکت پوینت باشه برای بحث‌های بازرسی فارماکوویجیلنس و یا مسائل اضطراری و ضروری که ممکنه که پیش بیاد. پس کم وظیفه می‌بینید به دوشتون نیست. درسته؟ خیلی تسکای زیادی داره فردی که تو فارماکوویجیلنس داره کار می‌کنه و احاطه کامل باید به همه این موارد داشته باشه. خب این بحثی که راجع به بله آقای دکتر ببینید توی عادت فهمیدن مفهوم 24 ساعته چیه. ببینید شما اگر که حالا کانترکت هایی که رو فارماکوویجیلنس با شرکت های دیگه می دارین اصلا این رو ازتون میپرسه که سیستمتون طوری چیده شده که مثلا روز تعطیل یا روز ساعات غیر کاری اگر مشکلی با دارو به وجود اومد این فردی که اویلیبل هست و باید باش در میون گذاشته بشه چجوری باید این کار انجام بشه. دقیقا مثلا شما ممکنه که یه لاینی داشته باشین فقط مخصوص این کار باشه که بهتون زنگ بخوره مثلا و بتونید اون رو پیگیر بشید. یعنی اینقدر اهمیت داره در مواقع ارجنت یا در مواقعی که بحران پیش اومده بتونیم اون ساعت‌های غیر کاری هم تعریف کرده باشیم. طبیعتاً این موارد برای وقتایی هستش که خیلی دیگه ضرورت پیدا میکنه و تعریف میشه، ولی واقعاً تمام حتی نه تنها فرد کیو پی پی وی بلکه یه بکاپ هم براش میخوان معمولاً. میگم که اگر که مثلا خود این فرد در دسترس نبود چی کار بکنیم. پس اینا همه باید دیده بشه. طبق این جی وی پی که حالا ما داریم 100 رو میگیم دیگه که حالا انشالله 90 هم پیشمون باشه. اونو دیگه میتونیم خانم دکتر تصمیم بگیرین که به چه صورت باشه. حالا ممکنه که راه های زیادی برای این قضیه وجود داشته باشه، دایورت بکنین یه بوشی جدا داشته باشین، نمیدونم. حالا هر وسیله الان هم دیگه تکنولوژی بالاخره خیلی ابزارهای جدید هم ممکنه در اختیار ما قرار داده باشه، ولی یه جوری شما تعریف بکنید که به هر حال این فرد میتونه در ساعت های غیر کاری، روزهای تعطیل در دسترس باشه، یک فرد یا دو فرد. خب سوالی نیست در رابطه با این مبحث؟ از چشماتون پیداست یه ذره خسته شدید، تو نگاهتون دارم اینو میبینم. خب من میخوام، ممنون خانم دکتر، میخوام که یه دقیقه و نیم یه استراحتی بکنیم بین الان با مبحث بعدیمون. شما میخواین برای خودتون چای بریزین، قهوه بریزین، دمنوشی داشته باشین، یا آهنگ ملایم الان از ریچارد کلایدرمن که باش احتمالاً نوستالژی که برای سنهای من، حالا فقیر شما که همه ماشاءالله جوونید نمیدونم، ولی خب جز آهنگای خیلی خوبشون هست میذارم براتون. اینو یه تا پایان این آهنگ دارین صداش شما؟ بله امیدوارم داشته باشین چون من خودم دارم میشنم. نداریم؟ ای بابا چیکارش کنیم داشته باشین؟ داریم خب. تا آخر این آهنگ یه استراحت بکنیم بعد برگردیم بقیه بحث بعدی رو ادامه بدیم. مرسی از همه.